سلام به ویژه برنامه محور در باب روز جهانی دموکراسی خوش آمدید. اما دموکراسی چیست؟ وضع این پدیده در افغانستان چگونه است؟ دموکراسی و افغانستان چقدر با هم سازگار بودند؟ و آیا دموکراسی در افغانستان نهادی نشده؟ مهمانان این برنامه بعدتر معرفی خواهند شد. ما نخست گزارش در این باره ببینید. 3 سال پیش که تازه 20 ساله شده بود، زادگاهش را در ولایت خزمی ترک گفت و به کابل آمد تا افزون بر ادامه تحصیلاتش با راه اندازی تجارت کوچک به خود بسندگی اقتصادی نیز برسد. اکنون نزدیک به 1 سال می شود که این فروشگاه صنایع دستی زنان را گشوده است و به گفته خودش از این راه هم به خودش و هم به برخی از بانوان دیگر سود می رسد. در حدود 20 تا 25 خانم است که با ما همکاری داره به صورت غیر مستقیم. مثلا یک چیز که ما سفارش میگیریم بر زنا میتیم اونا کار میکنن. میگوید در این روزا که رویدادهای سیاسی افغانستان را بیشتر از پیش دنبال میکند، نگران سرنوشت ارزشهایی است که در 2 دهه اخیر در کشور به میان آمدند. خیلی نگران هستیم که وضعیت از قبل بدتر نشه یا حداقل بانوان که تا هنوز دانسته یک جایگاهی بر خود کسب بکنه، یک فعالیت را بکنه، شده متوقف شه. اما در اینجا این جوانان با گشایش یک نهاد فرهنگی و سیاسی میکوشند تا از کاروان تحولات احتمالی هفته‌ها یا ماه‌های آینده در کشور پس نمانند. بتانیم در حکومتداری بدون از اینکه به قوم و به سمت و به حزب و به مذهب مراجعه بکنیم سهیم باشیم. در نشست‌های اینان هم مسائل چون مذاکرات کنونی سال در قطر، دموکراسی، جمهوریت و دستاوردهای جوانان بیشتر برجسته می‌شوند. در افغانستان د نورو ځوانانو هغه حقوق او حق په مذاکراتو کې نور خلکو ته ووایي. باید اینا یادآوري شوه که ای دستاوردهای جوانان بودن و ای باید حفظ شوه. با همه فراز و نشیب های 2 دهه اخیر، بسیاری از شهروندان افغانستان بدین باورند که در این مدت توانستند تا اندازه زیادی و برخی از پدیده های پیوند خورده با دموکراسی چون برابری ارزش های انسانی، حضور در انتخابات، آزادی اندیشه و آزادی بیان دست یابند. مهمانانم در این ویژه برنامه آقایان عمر شریفی، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان، و موسی جعفری، استاد دانشگاه، و همچنان بانو سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر هستند که احتمالاً بانو سمر تا لحظات دیگر در بس با ما خواهند پیوست. اما شما را خوش آمدید میگم استاد جعفری. با شما آغاز بکنیم. بس را بسیار کوتاه و محدود به خاطر معلومات بیشتر بیننده ها و خودم، دموکراسی چیست؟ خدمت شما عرض بکنیم که دموکراسی نظامی است که برخواسته از اراده مردم هست و مردم در حقیقت هم حق نظارت همگانی بر کارکرد حکومت را شامل میشه و این حق هم حق برابر هست برای همه شهروندان. اما در مجموع به عنوان یک نظام سیاسی بیشتر بعد از انقلاب فرانسه شاهد هستیم که دموکراسی ها با توجه به شکل گیری دولت های ملی آهسته آهسته شکل می گیرند و امواج دموکراسی به تدریج در دوره های مختلف نظر به کارکردی که حکومت دموکراتیک داشته و در حقیقت تانسته که اراده مردم را تمثیل بکنه در مشارکت سیاسی، در حقوق و آزادی های فردی و حقوق سیاسی، در حقیقت تانسته که به عنوان یک نظام مقبول در جهان جای خود باز بکنه. 2 ویژگی بسیار ویژه داره در حقیقت نظام های دموکراتیک. یکی اینکه ساختارهای دموکراتیک بسیار مشابه با هم هستند و کشورهایی که نظامشان نظام دموکراسی و حاکمیت و حکومت مردم بر مردم هست، در این نظام ها ساختارها بسیار مشابه هست. برای مثال قانون اساسی جمهوری خواهانه و همچنین ساختارهای دموکراتیک نظیر تفکیک قوا که این نظام ها را مشابه هم میکنه و ساختارهای مشابه به اینها میده، بسیار تاثیرگذار هست بر یک نظم و یک صلح جهانی که میتونه نظام های دموکراتیک در نهایت با همین ساختارهای مشابه یک صلح پایدار را هم به وجود بیاره. و دیگری فرهنگ دموکراتیک هست. فرهنگ دموکراتیک فرهنگ ناشی از کثرت‌گرایی، تساهل، مدارا و فرهنگی است که می تواند که صداهای مخالف را هم جذب بکنه و به این لحاظ او تولرانس و مدارایی که در نظام های دموکراتیک هست نسبت به دیگر نظام ها بسیار بالا هست. به این لحاظ دموکراسی ها ویژگی های منحصر به فردی را دارند که
تئوری ها و دیدگاه های مختلفی، نظیر آنچه که کانت مطرح میکنه که نظریه صلح پایدار را که مطرح میکنه مبتنی بر وجود دولت های دموکراتیک میدانه. دولت های دموکراتیک هستند که فرهنگ دموکراتیک دارن، فرهنگ مدارا دارن و در کنارش ساختارهای دموکراتیک را دارن و به می ترتیب اینها در مدت 200 سال اخیر بعد از همون نظریه پردازی کانت هیچ دو دموکراسی با هم نجنگیده. پس ارتباط بین دموکراسی و صلح را هم میتونیم که یکی از عوامل موفقیت نظام‌های دموکراتیک بدانیم که تا به امروز برجسته شده. در دهه 90 هانتینگتون کتاب خودش را مبنی بر موج سوم دموکراسی و توجه دولت‌هایی که نظام‌های خودشان را در شرایط خاص از یک وضعیت نظام اقتدارگرا به نظام دموکراتیک تغییر دادن نوشته کرد و مشخصا از موج سوم دموکراسی صحبت کرد و حتی در سال 2011 به این طرف با بهار عربی که شکل گرفت در حقیقت اونجا هم حرف از موج چهارم دموکراسی بود که این بار خاورمیانه گویا به سمت دموکراسی پیش میره و چالش هایی را که داشتند و تا به حال یعنی اختلاف نظر در رابطه با شکل گیری موج چهارم وجود داره، اما در ایش هیچ شکی وجود نداره که نظام های دموکراتیک نظر به او ظرفیت هایی که داره و جایگاهی که مردم داره در این نظام، این باعث میشه که بهترین نوع نظامی باشه که بشر در حکومتداری حداقل تجربه کرده، نظامی که مبتنی بر یک قانون هست، قانون اساسی که حالا جمهوری خواهانه یا دموکراتیک هست، نظامی که مبتنی بر حقوق برابر شهروندی است و نظامی که مبتنی بر تفکیک قوا و حق و حقوقی است که برای شهروندان خود در نظر می گیرد. اصلهای مهم هم همین تفکیک قوا و حق شهروندان بعد بله و حق نظارتی که یعنی مردم شما در نظر بگیرید که شاخصهای بسیار متعددی وجود داره برای اینکه شما دموکراسی ها را دسته‌بندی کنین یا رنگ کنین در جهان. سازمان دیدبان دموکراسی که در نیویورک هست، آنها تقریبا در حدود 22 سوال را در رابطه با نظام‌های دموکراتیک طرح می‌کنند که بخشی از آنها مربوط به حقوق سیاسی هست و برخی آزادی‌های فردی و میزانی که دولت‌ها این حقوق سیاسی که ناشی از همو برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف میتونه باشه یک بخش عمده شه و در رابطه با آزادی‌های فردی بحث حق اعتراض و تجمعات و نقش رسانه‌ها، این پارامترها وقتی بررسی میشه کشورها دسته‌بندی میشن یا رتبه بندی میشن که کدام کشور دموکراتیک تر هست در جهان. بانو سمر خوش آمدیم به برنامه. آقای شریفی، به نظام و در کل نوع نظام های دموکراتیک چند گونه هم است، نمونه هم وجود داره؟ دقیقا یک نظام دموکراتیک ضرورتا یا اصالتا حتما جمهوری نمیتونه باشه. ما دولت های سلطنتی داریم، بریتانیا، ژاپن، که نظامشان دموکراتیک هست ولی سیستمشان یک سیستم سلطنتی هست. اگر سوال شما رو ما در قالب افغانستان، چون یک سوال بسیار کنان است، اگر در قالب افغانستان آدم بگویم چیزی را که به نام سیستم دموکراتیک در افغانستان هست، ریشه هایش قبلا در نیمه دوم قرن بیست شکل گرفته. هنوز ما کوشش میکنیم که مو ابعاد زیر بفهمیم که چی معنا میتم، ولی در کل تو تصویری که از یک نظام دموکراتیک بود و ما در شکل سنتیش داشتیم یک نوع نظام دموکراتیک غربی هست که او بسیار در اساساتش مبتنی به مو ستونهای هست که جامعه غرب به او متکی است و در حالی بسیار هم واضح شده که در بسیاری نقاط ممکن نیست که بتانم پیچیدگی های جوامع چند قومی نیمه صنعتی شرقی را مخصوصا در جامعه مسلمان کتش پاسخگو باشم. بران بحثی که امروز سر دموکراتیک مخصوصا در کشورهای مسلمان هست، در یادش کشورهای غیر غربی یا غیر پیشرفته یا کم پیشرفته یا در حال انکشاف، ای فکر کنم که امی گفتمان امی دیسکورس تازه داره شکل میگیره که ما چه نوعی دموکراسی را تعقیب چی کنیم، تعریف کنیم. یک نظام دموکراتیک در عین حال به مفهوم از این نیست که تمام افراد جامعه دموکراتیک فکر میکنن، میتونن که نژاد پرست باشن، میتونن که بسیار لیبرال باشن، میتونن که گروه های مختلف باشه، به شرطی که تمامشان به حساب نمایندگی داشته باشن و حق فردیت در نظر گرفته شده باشه. و اما اگر ما فردیت در اساس
بحث دموکراتیک یا نظام دموکراتیک یا خود دموکراسی در غرب ببینیم، ما در جامعه شرقی بسیار با یک سیستم متفاوتی روبرو هستیم که در اونجا فردیت تا حد تحت شعاع بحث کمیونیتی، بحث اجتماع قرار داره و در اینجا را فاصله بین شهر و ده متفاوت است. از او خاطر تعریف ایزی که بر ما دموکراسی چی است و در جامعه در حال انکشاف مثل ما چی است، ما فکریم یک گفتمانی هست که هنوز داره شکل میگیره. سخ افغانستان رو گفتین، یعنی چنین پندارهای وجود داره که وقت دموکراسی گفته میشه یا نظام دموکراتیک خودکار در ذهن یک تصویر ضد دین و اسلام نمایان میشه، برجسته میشه، ساخته میشه که بحث نادرست است. دموکراسی و دین متضاد هم نیستن، هر دو بحث های جداگانه و بیشتر در بحث نظام سازی و چگونگی نظام و حق شهروندا در گزینش حاکمان و اینا مطرح است. مطلقا من نمیفهم که چرا باید اصل دموکراسی در تضاد با بحث دین و دین باوری باشه. اگر ما مثلا خب یک مسئله هست که در کشورهای اسلامی اگر رسمان یک کلی رو مد نظر بگیریم، از مراکش شروع تا بنگلادش، ما تجربه دموکراسی را از لحاظ فرهنگی دینیش نداریم. سعیست که در جنوب آسیا مثلا در تا یک در پاکستان و در بنگلادش یک نظام گویا دموکراتیک شکل گرفت، ولو از بطن استعمار برآمد. ساختارهایی که نظام دموکراتیک در جنوب آسیا شکل داد، ساختارهایی بود که مستقیم از بریتانیا به میراث مانده بود. در کشورهای دیگه عربی که میبینیم یا کشورهای دیگه مسلمان به شمول ترکیه، ما کدام سیستم دموکراسی رو به اون شکل که مثلا اصلا دموکراسی رو نمیبینیم. و یک سوال کلان بر ما، حداقل بر ما مطرح است، به یک کشوری که مثلا هیچ وقت مستقیم تحت استعمار نبوده و یا مستعمره نشده، تحت استعمار بلکه یا مستعمره نبوده، کلونی نبوده و هیچ ساختار و انستیتوشن نه به ارث نبرده از کشورهای اروپایی که اساسشان دموکراتیک بوده. ساختن یک دموکراسی یک سوال بسیار کلان است که اینجا ابعاد فرهنگی داره، بحث هویتی در این مطرح است و کلانتر از او مثلا بلانس دادن یا توازن بخشیدن به مسئله حقوق که ما از لحاظ قانونی حقوق دینی هست و حقوق در جهان معاصر حقوق مدنی را ما سرش فکر میکنیم. بین از یا ما کدام تضاد نمیبینیم که یا با هم باید حتما متفاوت باشن، ولی که چه قسم شکل بتیم یا بالاخره دموکراسی را در یک کشور که اساساتش چیز به ارث نبرده از غرب، مخصوصا از لحاظ نهادها، شکل دادن از این فکریم یک روند طولانی هست و یک گفتمان هم ضرورت دارم. چیزی که بر ما خوبی از این که ما بعد از 20 سال یا 40 سال جنگ با تجربه نظام‌های مختلف که هر کدامش ادعایشان می بود که ما در کلیت بهترین داره براتان میتیم، چیزی که تانسته تا حد یک ذره ثبات در لحاظ اجتماعی، یک صلح اجتماعی را حداقل در فکر ما تدایی ببخشه که ما دیگر و یک دیگه که یعنی تا حد بتونه یک توازن از لحاظ فکری، از لحاظ هویتی، از لحاظ قومی، از لحاظ زبانی، از لحاظ نمایندگی در دولت، از لحاظ انعکاس حق ما و از لحاظ مسائل تأمین حقوق مرد، زن، طفل و بالاخره یک شهروند تعیین کنه، یک نظام دموکراتیک که بعد از سال 2001 شکل گرفته، یکی چی رقم انکشاف کنه و یکی در کدام چی نوع تعریف شود که تا حد به شاخصه های جامعه افغانی خودش هم یک جامعه بسته نیست، یک جامعه بسیار باز است و با تمام دنیا مرتبط هست، ای که چه قسم ای بالاخره در نهایت می توازن برقرار میشه. فکر کنم که ما در مرحله هنوز در گفتمان ضرورت داریم. بسیار خوب، برو سمر بحث های که مؤلفه حساب میشن یا اصل به خاطر در نهادهای دموکراتیک، اگر در یک کشور یا در نظام موجود هم باشه به معنی واقعی دموکراسی نیست. مثلا چین را اگر نمونه بیاریم، انتخابات وجود داره، انتخابات برگزار میشه اما یک حزب شامل کارزارها میشه با گزینه های از لحاظ فکری متفاوت یا سیاست های متفاوت، این دیگه شامل دموکراسی نیست، یک نهاد غیر دموکراتیک میشه پنداشته شما. سلام به شما، سلام به بیننده محترم تلویزیون طلوع. اجازه بدین که درود بفرستم بر وای شهدای افغانستان و از خداوند متعال بر شهد زخمی های مردم افغانستان شفای عاجل تمنا بکنم. من فکر میکنم که
نظام دموکراتیک یکی آدم مطرح میکنه که نظام دموکراتیک میخواد، یکی واقعیت های یک جامعه دموکراتیک چی است. از دید من واقعیت های یک جامعه دموکراتیک باید همی رنگ و رنگ بودنش یا موجودیت احزاب و طرز تفکر مختلف در اونجا باید باشه که یک کشور یک حزبی یا تک حزبی، حال نمونهش بلاروس است که ما میبینیم انتخابات داشت میشه، ولی انتخابات به چی رقم میشه؟ این را نمیتونیم ما یک شخصه ها یا عیب دموکراسی بگوییم، عیب در ساختار جامعه یا ساختار اجتماعی و اقتصادی و سیاسی امو کشور است. اما این یک نوع نظام دموکراتیک میتونه گفته شد و نام گذاشته شد؟ نظام دموکراتیک است در صورتی که اجازه بدن که نیروهای مختلف با طرز تفکر مختلف واقعا از حق مساوی برخوردار باشه. در کشورهایی که یک حزب سرقدرت است، باز به هزار بهانه مخالفین خود مسموم میسازه یا کارهای دیگه میکنن، او خود نمیتونیم ما نظام دموکراتیک بگوییم. نظام دموکراتیک به معنای اشتراک هر فرد، هر شهروند در تصمیم های سیاسی، در سرنوشت سیاسی یک کشور است. یعنی این محدود تنها برفتن پشت صندوق رای یا وجود نهادهای دموکراتیک در ساختار نیست، به بحثای کلانتر. بله بله، یک مسئله، یکی از مسائل دموکراتیک انتخابات است، ولی تمرین دموکراسی است انتخابات. اگر انتخابات در یک کشور عادلانه باشه و شفاف باشه، طبیعی است که به طرف یک حالت که حالا مثال میتونم باز بلاروس در اوت یک حالت نمیریم، یا کشورهای دیگه که مسائل انتخابات باز به تشنج میره. کنیا نمونهش از چند سال پیش، یک تعداد زیاد مردم کشته شد و متشنج شد. با تایید گپای آقای شریفی میخوایم بگویم که ساختارهای اجتماعی و طرز تفکر مردم و ساختارهای اقتصادی حتی و مسائل سیاسی در او کشورها، رشد مردم او کشورها بسیار رول داره در آوردن یک نظام دموکراتیک. خب آقای جعفری کوتا بباشین که از شما خواهش میکنم، چنین مؤلفه هایی که یک نهاد را یا یک نظام را یا یک حکومت را دموکراتیک معرفی میکنه، خلاصه به انتخابات و حق رای و حقوق آزادی فردی، مشارکت سیاسی، اینا همه مؤلفه هایی است که برای شکل گیری نظام دموکراتیک مهم است. اجازه بدین با یک آمار بحث را واضح بسازیم. در سال 2019 یک سروی صورت گرفت روی 167 کشوری که نظامشان به نحوی یا در قانون اساسیشان یا در کارکردشان دموکراتیک محسوب میشن. از شاخص هایی که در رابطه با دموکراتیک بودن نظام مطرح هست وقتی که ارزیابی کردن، از جمله همون مواردی که ذکر شد، بحث انتخابات آزاد و عادلانه، مشارکت سیاسی، بحث حقوق و آزادی های فردی، و وقتی این موارد را مورد مطالعه قرار دادن، تنها 22 کشور توانستن که حائز ای باشن که دموکراسی کامل را برخوردار هستن. پس ما با ورژن های مختلفی از دموکراسی مواجه هستیم. همین اکنون در حدود بیش از 54 کشور جهان دموکراتیک نیستند، نظام های اقتدارگرا دارند. اما در بین 167 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته هم بر حسب همون رنکی که انجام میگیرفت، تنها 22 کشور دموکراسی کامل را داره، یعنی مجموعه از شاخص هایی که ارزیابی شده از بین 1 تا 10 نمره، که اگر 10 بالاترین نمره در نظر بگیریم اینها به 10 نزدیک بوده، و بقیه در حقیقت بخش های از این ویژگی های نظام دموکراتیک را تونستن تمثیل بکنن و در بقیه موارد با مشکلات، چالش های مواجه بودن. به این لحاظ پس ما به دنبال یک دموکراسی مطلوب نمیتونیم باشیم، نظر به ما که فرهنگ دموکراتیک نداشتیم. وقتی تاریخ معاصر افغانستان مطالعه شده، ما نظام های مختلف غیر دموکراتیک را تا به حال تجربه کردیم و تمثیل 20 ساله ما از دموکراسی هم بسیار سوری، شکلی و باز هم همون پارامترهای دموکراتیک به شکل ناقص میتونیم بگیم که پیش رفته. اما این هم غنیمت هست. من اجازه بدین که اینم یادآوری بکنم که به نظر من امروز وقتی ما حرف از صلح میزنیم،
و یک جبهه ای را تشکیل دادیم که می از جمهوریت و دموکراسی دفاع میکنه، ایره من بسیار یک دستاورد کلان میبینم و همه 20 سال جامعه پذیری، 20 سال تمثیل دموکراسی ولو با به شکل ناقص هم تونسته یک جبهه ای را تشکیل بده که امروز میتونه از یک جمهوریت دفاع بکنه. خب تشکر. بس صلح را یاد کردین، بدون شک گفتمان امشب پیوند داده خواهد شد با این مسئله. تازه دومین نشست هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان دقایق پیش پایان یافت. آقای نادر نادری عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان در برنامه با ما پیوسته. به آخرین جزئیات و تازه ترین جزئیات از چیزی که در نشست اخیر میان حیات های دو طرف گذشته میخواییم بدانیم. نادری صاحب خوش هم آمدین به برنامه. تشکر از شما برنامه خدا. سلام خدمت شما و تمام بینینده های عزیز شما. امروز جلسه مشترک هر دو حیات مذاکراتی صلح افغانستان، 21 نفر از هر دو طرف به شمول رؤسا برگزار شد. رؤسای هر دو حیات سخنرانی های خود ارائه کردن. هر دو طرف امید برای آوردن سال ابراز کردن و در عین حال هر دو طرف به تحمل، بردباری و حوصله دعوت کردن. در عین حال ما امروز موافقه کردیم که دو نفر به عنوان افراد هماهنگ کننده بین هر دو تیم معرفی شود که معرفی شد. در ضمن این اصول و شیوه رفتار و کار و یا طرزالعمل کاری هیئت مذاکره و جریان مذاکرات صلح افغانستان که تقریبا نهایی شده بود، اجماع در مورد اکثر بخشایش به وجود آمده و وجود داشته که در مذاکرات که گروه های تکنیکی از تماس دو روز گذشته سرش کار کرده بودند، او نهاییش او اجماع ابلاغ شد و در نقاطی که نیاز بود تکمیل شود امی لحظه آیت تکنیکی دو طرف نشیشتن که او را هم تکمیل بکنند. در این حال در مورد زمان مذاکرات و تقسیم اوقات مذاکرات روزهای بعدی صحبت شد و تیم تکنیکی در کال شیشتن اونا هم او زمان بندی را نهایی میکنن که اکثر مجالس ما مشخصتر تنظیم منظمتر باشه که هم مردم شریف افغانستان بدانن که در کدام وقت کدام جلسات هست و هم ما بتانیم از زمان سر استفاده بکنیم. در مجموع امی بحثی بود که جلسه بسیار خوب. یعنی هنوز بحث ها درباره اصول رفتار و شیوه پیش برد مذاکرات نهایی نیست، کار ادامه داره در این زمینه. یکی دو مسئله محدود باقی مانده که اون زبان مشترک بیشتر پیدا شود. اکثر بخشای این شیوه کار و طرز عمل کاری نهایی است و اجماع روش وجود داره و تمام خواهد شد. خب دو نفر از دو تیم به عنوان هماهنگ کننده امور تعیین شدن، کار گروه تماس پایان مییابه؟ یک دوم این دو نفر کی هستن از دو طرف؟ کار گروه تماس پایان نمییابه. گروه تماس همچنان ادامه میده در موارد که نیاز است تعداد بیشتر دو طرف با هم بحث بکنن. اما وظیفه دو نفر هماهنگ کننده بیشتر در موارد که بسیار حد اقلی است و یا که از لحاظ کارش به موضوعات محدود است که سرش بحث بکنن، سر زبانش به نتیجه برسن و در عین حال برای تنظیم امو رابطه ها که کدام گپ چی زمان شما با هم هر لحظه در تماس باشه. بسیار خوب. درباره تقسیم اوقات هم گفتین رایزنی شده، معلوم است چه زمان مذاکرات رسمی و اصلی آغاز میشن؟ کدام روز مذاکرات اصلی و رسمی آغاز شده؟ از چهار روز است. ما
زمانی که روی اصول رفتار و طرز عمل کاری صحبت میکنیم، عناصر عمده ای را که بنیادهای گفتگوهای ما را برای آینده میسازه در اونجا مطرح میشه و بحث میشه، جزء اصلی مذاکرات از تنظیم امور با در نظر داشته ای که ما به عنوان دو طرف، جمهوری اسلامی افغانستان و طرف مقابل، موضوعات را از ابعاد مختلف باید بحث بکنیم و آمادگی لازم برای این وجود داشته باشه که جلسات خود ما گردانندگی بکنیم و یک تسهیل کننده و میانجی بیرونی چی خارجی در بین ما وجود نداشته باشه و برای این که نیت و اراده وجود داره که ما افغان ها بین خود بتانیم اصولی را وضع بکنیم که رو دنبال بکنیم و بالاخره بتانیم انجام بکنیم به اساس از رو و نتیجه نهایی که یک افغانستان را که در خود در صحبت باشه و با منطقه و صحبت باشه و عامل صحبت جهانی باشه و بر مبنای اصول مردم و تقویت ارزش‌ها بتانه ایجاد شد. تشکر. و کوتاه درباره توحید آجندا، چیز پیشرفت صورت گرفته، بحث شده، آغاز شده، بحث در این باره. ما امروز موافقه کردیم که به زودترین فرصت سر آجندا که جلسه بعدی ما خواهد بود سر آجندا صحبت شد. هر دو طرف نکات را که به عنوان آجندای مورد علاقه‌شان است مطرح خواهد کردن. بعد از اینکه او بحث ها مطرح شود، اما توافق و یا یک آجندای واحد از او به وجود بیاریم و امید داریم که از فردا او بحث ها را آغاز کنیم. بسیار خوب. حتما آجندای طرف جمهوری اسلامی افغانستان آتش بس و از طالبان هم نظام است یا چیز دیگر کوتاه؟ آجندای مردم افغانستان همی است که جنگ ختم شود و فرهنگ ها خاموش شود، آنچه را به عنوان مجموعه ارزشی مردم افغانستان از اونها است. ممنون. آقای شریفی، میبسر بحث داخلی و چگونگی دموکراسی در افغانستان، 20 سال دموکراسی در افغانستان چگونه گذشت، چگونه بوده، چگونه است؟ یعنی فکر کنم که مشکل است که آدم نقطه صفر 20 سال پیش بگیرم. ما تصور ما ایست که اگر ما سر افغانستان فکر میکنیم، ما ابو نقطه تحول که نقطه عطف فکر تاریخ ما بود، این بود که به طور مثال حداقل برای 100 سال از سال 1880 تا سال 1980 شکل نظام، شکل ساختاربندی حکومتداری شکل گرفته بود، اما ساخته شده بود بر اساس یک نظام ساخته شده بود. اون نظام در دهه 80 به تدریج از هم پاشید و در دهه 90 از طرف مجاهدین و مخصوصا دولت طالبان کاملا یعنی مسمحل شد. تمام ستون هایی که اساس نظام در افغانستان قبل از جنگ تشکیل شد از بین رفت. بعد از سال 2001 کوشش با من آمد که یک تلفیق ایجاد کنند بین چیزی که قبلا بود و بین چیزی که باید آینده باشه. قانون اساسی ما را که گرفتن، قانون اساسی دوره شاهی بود و کوشش کردن که به طور مثال از این طریق یک پل باشه که بتانه به طور مثال اقشار مختلف مردم افغانستان تا حد قناعت داده باشه. در اونجا ولی در حالت مثلا ما به طرف دموکراسی رفتیم که ما اول از جنگ برآمده بودیم، کاملا در ترامای روانی به سر می بردیم و هیچ تجربه نداشتیم که ساختن نظام دموکراتیک به معنای چی. منتورای ما یا کسایی که به طور مثال به افغانستان بعد از سال 2001 آمدن و کوشش کردن که افغانستان کمک کنن، کشورهای غربی بودن واقعیتش. از طرف دیگه به طالبان هم اگر دارم فکر کنم که من حیثی اگر ما سر دموکراسی گرم بزنیم باید عناصر ضد دموکراسی رو در نظر بگیریم. طالبان مثلا مثال وقتی که بعد از شوک 2001 بر آمدن، منتورای از یا اگر در پاکستان بود یا اگر در سعودی یا بودن یا در کشورهای خلیج یا گروه های تروریستی دیگه، کوشش کردن که دوباره ای طالبان را از این شاک بکشن تا در برابر موج نو فکری که داخل افغانستان شده یار مسلح بسازن. موج نو فکری برای ما مسئله حقوق بود. برای اولین بار مثلا حداقل بعد از سال 1980 مسئله حقوق انسان مطرح شد، مسئله حقوق زنان مطرح شد. نه به این معنی که حقوق زن و مرد مساوی سوال حق یا من حیث یک انسان حق دارن، مسئله بالاخره این مطرح شد که ما من حیث یک فرد حق داریم که
در تعیین نظام چی داشته باشیم، یک نقش داشته باشیم. ما بر دیگران نمیفهم، ولی در قلب نسل ما که از جنگ برآمد یک اپ نو بود، بخاطر که قبل از او یا به طور مثال یک ایدئولوژی نظام تعیین میکرد حقش بود، یا ای که چی خدا مثل که طالبا و مجاهدین و یا مسئله بحث دین مطرح میکرد، من ایسی مهمترین عامل مشروعیت بخشی. ما در 20 سال اگر این کلمه را یک جمله را بگیم، به نظر ما داخل یک دوره زایش جدید فکری و فرهنگی را داریم تجربه میکنیم، به این معنی که ما قدم به قدم آستا آستا با تمام مشکلات بدون موجودیت یا حتی یک پیش زمینه فکر کردن سر این که دموکراسی است ما خودت شکل دادیم. نتیجهش چی شد که تا حد من فکر میکنم که در 20 سال با وجود تمام مشکلاتی که بود، بعضی مسائل در افکار اکثریت افغانا نهادی نشد. ای که ما انسان هستیم و حق داریم که زنده باشیم، کس نمیتونه ما را سرکوب کنه. این شامل حال کل 35 میلیون انسان افغانستان میشه. من فکر میکنم که اگر ما جامعه را من حیث یک گفتمانی مسئله را فکر کنیم، به این معنی نیست که هر کس میگه که من عین تصفتوار دارم. اگر ما همین گفتمانه که بیخی برای ما نبود که بطور مثال حق داشتن مثلا حق داشتن مثلا در قدرت باید ما سهم داشته باشیم، یا اینکه در شکل دادنشی ما من حیث انسان نباید به طور مثال کشته شویم یا شکنجه شویم یا بندی شویم، و بالاخره زنان من حیث یک بخش کلان جامعه افغانستان من حیث انسان قبول شدن. این پروسه شکل گرفت، یک نهادهای جامعه مدنی به وجود آمد، و در نهایت اگر افغانستان نو داره شکل میگیره با وجودی که از هر طرف طرفش خنجر زده میشه. اما استوار بر مؤلفه های دموکراسی است. مؤلفه های دموکراسی رو درف ما گفتم، تصوری که ما در آغاز قرن، در آغاز 20 سال قبل داشتیم، ما دموکراسی رو من حیث مطلق من حیث یک پدیده غربی سرش فکر کردیم. ما گفتیم ما همیشه از دانشمندای غربی مثال زدیم، از مؤلفه های مغربی فکر کردیم، از ساختارهای غربی کوشش کردیم که این کار را در افغانستان پیدا کنیم، ولی در نهایت در امی تماس دنیای غرب با جهان اسلام در نوع تفکر از آثار اصل دموکراسی هم تاثیر گذاشت. چون ما دموکراسی رو من ایس یک صندوق ایدئولوژیک که خود حمل نمیکنیم که هیچ جزءش قابل تغییر نباشه، در اینجا بتام تو چیزی که شکل گرفته می گفتم ما نوع که مطرح هست که ما دموکراسی رو چه رقم فکر کنیم در جامعه که از لحاظ مثلا اقتصادی یک وضعیت دیگه داره، یا از لحاظ تفاوت بین از لحاظ جامعه شناختی متفاوت است. ما فکر می کنم در افغانستان یک تجربه هست که در جهان اسلام تا بالا سابقه نداره، که ما کوشش میکنیم در جامعه که بسیار تجربه کلونیالیسم نداره ولی تجربه جنگی بسیار شدید داره، ساختارش از بین رفته بود ولی یک شور سیاسی در مقابل به وجود آمده بود. ما فکر میکنیم که اولین تجربه هست در دنیای مسلمان ها که در ات یک حالت بدون داشتن مثلا یک پیشینه ساختاری استعمار، ما در حال ساختن یک نظام هستیم که در او حداقل یک صلح اجتماعی رو برای ما به بار بیاره. ما اینه میره روند فکر میکنم چیزی که در افغانستان به وجود آمده. من نمیگم که والا بسیار خراب بود یا بسیار بد بود، ولی چیزی گفتم میتونم که یک بهبود فوق العاده زیاد نظر به تجربه که ما از قبل از سال 2001 داشتیم بعد از اون افغانستان. چه خوبی تجربه به خاطر در افغانستان متفاوت بوده که یک پیشینه جنگ طولانی را داشته و برای در بسیاری کشورهای اسلامی بهترین نظام‌های دموکراتیک و نمونه‌های دموکراسی وجود دارد. در من فکر نمی‌کنم که وجود داشته باشه. سوال می‌کنم که در کشور اسلامی نیست، فقط ما در آسیای جنوبی داریم و هم به یک شکل بسیار متفاوتش که بسیار متشکل از کرات است. ولی تمام دنیا اسلامی من ایسی یک حوزه تمدنی اگر فکر کنیم، ما تجربه دموکراسی رو به شکل که مثلا به شکل خالصش و سوچش گویا تصور میکنیم ما نداریم. در هر جای که شما ببینین ما نداریم. در جهان عرب بیشترش دیکتاتور هاست، در ایران یک رژیم دینی هست، در پاکستان یک رژیم نظامی هست، در بنگلادش یک رژیم جنجال هست، در آفریقای شمالی ببینید که قطعه قطعه شده، در ترکیه ببینید که یک وضعیت دیگه هست. اندونزی یک ولی در اندونزی و مثلا ارتباط جهان اسلامی که به مثلا ما هم دامنش هستیم، بسیار ارتباط ما با جنوب شرق آسیا بسیار محدود است. تجربه فکری اجتماعی تمدنی که میگیریم از این طرف ما گرفتیم. تشکر دکتر صاحب. ما دموکرات هستیم؟ البته یک تعداد ما بله. من پیشتر هم گفتم که تمام امی دموکراسی اساسا وضعیت اجتماعی باید آماده باشه، نه تنها وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و سطح آگاهی مردم، وضعیت در مجموع وضعیت سیاسی. در حالتی که ما قرار داریم که از یک طرف می جنگیم و از یک طرف دیگه تلاش میکنیم که از این حالت خود بکشیم به طرف یک نظام دموکراتیک و مردم سالار بریم، مشکلات خود داره. حال شما تصور کنین که در سال 2004 در اولین انتخابات تعداد افراد را که اشتراک کردن
چقدر بود؟ یک زن 85 ساله برای اولین دفعه در زندگی خود مثلا آمد بین برف و امور و تصادفی بسیار هواسرد بود، آمد رای داد. در زندگی شاید اولین دفعه یا آخرین دفعه و آخرین دفعه در زندگیش بوده باشه. اما طبیعی است که باز در سال 2005 تعداد از این کمتر شد، به خاطر که وضعیت امنیتی خراب شد. به تدریج شما در سال 2009 میبینین، در سال 2010 میبینین، در 2014، در 2019. دلایلش باید ببینیم که در کجا است. کلش ناامنی نبوده. بله، یک تعداد زیاد مردم طرفدار از این است که اشتراک بکنن در انتخابات. اما این که چقدر زمینه برای زو مساعد است. ما دلیلی که وضعیت اقتصادی مردم را یادآوری میکنم این است که یک کسی از یک قریه هیچ گونه وسایل ترانسپورتی مثلا برش وجود نداره، نه؟ 4-5 ساعت نمیتونه بیایه که در پای بیایه در یک جای در صندوق برسه، در یک جایی که رای بده. امی تلاش هم مردم کردن. اما ممکن است در قریه یک مرکز رایدهی یا یک... آه بله، خود امی دسترسی مردم به این مسائل. گذشته از او ما واقعیت افغانستان ببینیم که تعداد زیادی از مردم افغانستان هنوز هم تذکره ندارن، یعنی کارت هویت ندارن. کارت رایدهی را مردم گرفتن ولی در تمام کنج و کنار افغانستان نرسید. یعنی ما هنوز در افغانستان نقاط را داریم که مردم فکر میکنه که در افغانستان پادشاه است. بله. ما وقتی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر بودیم نظارت میکردن همکارای ما در گوشه بسیار دور بدخشان رفته بودن، مردم فکر میکرد که هنوز ظاهرشاه پادشاه است. گفته بودن عسکرای شاه آمد. بله. یک واقعیت است. به نوع دموکراسی افغانستان هم در مطابقت به وضعیت افغانستان است. اما شما از ما فکر میکنم از کل ترون که پیرتر هستم در اینجا، ما اولین را استفاده از حق رای خوده در سال 2009 کردیم. در 2005 و 2004 خستن رای ندادم، اما کارت رایدهی گرفتم. البته از جمله کسایی بودم که اول رفتم کارت رایدهی گرفتم که باز گپم زدم که خانماش تشویق شون و کارت بگیرن. اما حداقل این حق به ما داده شده که رای بدم یا ندم. خب جالب است بفهمیم چرا در 2005 و 2009 رای ندادین؟ در 2009 رای دادم، 2005 و 2004 رای ندادم. در 2004 به خاطر رای ندادم که انتخاب بسیار فوق العاده نداشتیم، صادقانه بگویم. در 2004 انتخابات پارلمانی بود، کافی بود دیگه کسایی که بر اعضای پارلمان رای بده. یعنی حقش داشتم، توانمندیش هم داشتم، آگاهیش هم داشتم، آگاهانه رای ندادم. ایران این حق هیچ کس از کس گرفته نمیتونه. 2009 رای دادم، 2014 رای دادم، در 2019 نبودم در افغانستان. بنان خودش نشاندهنده از این است که سطح آگاهی مردم، توانمندی مردم، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی. شما مثلا در رابطه با اشتراک زنان در انتخابات در سال 2004 تلاش کردن که نام زنانه بیارن، کارت رایدهی بگیرن. به مو دلیل هم تقلباتی که به نام زنان صورت گرفت. و طبیعی هم است در یک کشور جنگ زده مثل افغانستان، در یک کشور که سطح سواد مردم بسیار پایان است. اما اگر شما مقایسه کنید رژیم بعد از 2001 با رژیم های گذشته، چی از نوع انقلاب چپش، چی از نوع انقلاب راستش، هیچ قابل مقایسه نیست. با تمام عیبایی که داره، با تمام عیبایی که داره، اینمی حالت را که ما شما ششتیم به این آزادی گپ میزنیم، ما در عمرم ندیده بودم. چه خوب، و بر نظام های پس از 2001 استفاده واژه رژیم هم پرسش برانگیز است. یعنی میتونیم رژیم بگوییم یک نظام دموکراتیک را؟ بله، بله. بسیار خوب، تشکر. برمیگردم با شما دکتر صاحب. اما آقای جعفری، در کنار عوامل و مواردی که بانو سمر برشماردن که نشد به گونه ای که لازم بود ما دموکرات شویم و یا هم دموکراسی نهادی نشود، خود پدیده دموکراسی و یا هم عکس افغانستان با یک دیگر سازگار است، سازگاری دارد؟ اجازه بدین من یک مثال بزنم تا بهتر درک بکنیم که دموکراسی ها چگونه نهادی نمیشن. کره جنوبی یک کشور دموکراتیک است.
اما بسیار فساد اداری بالا است در کشور. وقتی تحلیل میکنن یکی از دلایل این فساد اداری را همین تجربه نو دموکراسی میدانن. چرا؟ و این تجربه را چند صد ساله، 113 سال تجربه است، اما اونها وقتی تحلیل میکنن میگن هنوز هم دموکراسی برای ما بحث حاکمیت، بحث دولت مدرن، یعنی تجربه ای که اینها داشتن و بعد از جنگ جهانی اول در حقیقت حالت استقلال خودش را به دست میاره، بگونه یک نظام جدید، یک حکومت جدید قبلا تحت تاثیر چین قرار داشته، اما مؤلفه های دولت مدرن و دموکراسی را به تدریج تجربه کرده اما هنوز هم نهادینه نشده. پس ما انتظار ایره که در 20 سال مشکلات را پشت سر بگذاریم و حتی آنهایی که دلبسته به دموکراسی هستند را دموکرات بدانیم به نظر من خیلی دور از ذهن است. این ضرورت داره. تا پیشتر هم یک مفهومی را استفاده کردم به نام جامعه پذیری. جامعه پذیری بسیار مهم است. ما به تدریج جامعه پذیر میشیم. ما باید به نسل های دیگر، به فرزندان خود آموزش بدیم که چگونه بتونن همو حقوق و آزادی هایی را که ما در 20 سال به تدریج او را به دست آوردیم و هنوز هم در معرض تهدید هست، اونها را هم یاد بدیم که یک زندگی صلح‌آمیز، زندگی که باز احترام به حقوق دیگران، به آزادی، به تمام مؤلفه های دموکراتیک داشته باشند، باید این نهادینه شود دیگه. یعنی نسل به نسل باید این تقویت شود و هنوز در ابتدای راه هستیم. بخشی از این نابسامانی هایی را که در حوزه تعمیق دموکراسی در افغانستان داریم بسیار طبیعی است. و اما در این حال من هم کاملا موافق هستم که یک وضعیت امیدبخش داریم. ما شروع کردیم به این که به جای منازعه حداقل در یک فضایی که یک امنیت نسبی بوده تلاش کردیم که از همو شیوه های دموکراتیک پیش بریم. نمیگم خیلی دموکراتیک بوده، اما به هر حال تمثیل میکنیم، اشتباه داریم، فساد وجود داره، مجموعه از چالش ها، اما بدیل این نظام رو هم شما نمیبینین. من همواره تلاش میکنم که یک پلی زده شود بین دموکراسی افغانستان و دموکراسی که در جهان هست. امروز دموکراسی بخشی از ارزش های جهان هست و شما نمیتونین که بدیلی را انتخاب بکنین که جای دموکراسی رو بگیره. دموکراسی، نظام بازار، صلح، حقوق بشر، اینها ارزش هایی است که در تمام جوامع، عربستان سعودی رو هم شما میبینید امروز در بحث حقوق بشر میخواد بگه که ما به کاروان جهانی پیوستیم. بنابراین ارزش های دموکراسی و لیبرال ارزش هایی است که جهانی است و همه کشورهای جهان به نحوی تلاش میکنه که حداقل از ارزش ها را احترام بگذاره. خب در بحث جامعه پذیری و که عامل صد نهادینه شدن رشد دموکراسی و نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان پنداشته شده، عامل اصلی هم نبوده. شما میزان مشارکت را از نخستین انتخابات تا آخرین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در سال گذشته میلادی برگزار شد مرور بکنین، عوامل متعدد و افزون بر پذیرش جامعه و نقش جامعه هم دخیل بوده. بله بدون شک. ببینید مهمترین مانع برای تعمیق دموکراسی در افغانستان امنیت است. وقتی امنیت وجود نداشته باشه شما از شهرها به حاشیه که میرین خب امنیت کمتر باشه، مکاتب بسته هست. یعنی بگین که نقش امنیت در این وضع بیشتر از مسائل که بی‌باوری به مؤلفه ها و ارزش ها برآورد بیشتر بوده. ببینید ما حتی میخوایم یک صحبتی پیشتر شد در رابطه با این که ارزش ها ارزش های غربی است. تا جایی که من حداقل مطالعه دارم و وضعیت را دیدم، بسیار تلاش شد که او ملاحظات محلی دیده شود در بحث دموکراسی سازی شو. در بحث تحزب، در بسیاری از عوامل حداقل بنایی نبود که لزوما همون ارزش غربی در اینجا نهادی نشه. اما یک سری موانع در داخل افغانستان وجود داره که ما که عرض کردم خدمت شما، بحث جامعه پذیر و بحث آموزش. آموزش دموکراسی در افغانستان یک وضعیت ناقص رو داره. هنوز هم ما با همون حداقل ها سر و کار داریم. اما کسانی که مسئولیت داشتن این زمینه را فراهم بکنن خودشان نتونستن و گونه مانع ایجاد کردن. آقای شریفی، در کنار پذیرش جامعه و یا هم قابل پذیرفتن پذیرش بودن دموکراسی به جامعه، برخورد نظام و کسانی که در رأس بودن، نهادها در ایجاد بی‌باوری در باب ارزش‌های دموکراسی نقش داشتن و ایمانی بوده در بحث گسترش دموکراسی در افغانستان، گسترش نظام و نظام‌های دموکراتیک.
جواب شما سوالش سوالتون بیخی جوابش خودش در خودش است، ولی در هر حال اگر ما فکر کنیم، اول خب ما فکر میکنیم که یک کسی که بگویم که دموکرات یا آسیانیست به ایمون نیست که یک ریشش کل یک نکتایی زده و هم تو راست میره و میایم، ما فکر کنیم یک کسی که معتقد به پذیرش دیگرا باشه، به حقوق دیگرا احترام بگذاره، یک اجازه بده که به طور مثال کس نظر خود بیان کنه و در نهایت حق دیگرا را در قدرت به رسمیت بشود دموکراسی، ولو که یک متر ریشم داشته باشه او تفاوت به نظر من نمیکنه. ای که اما اگر ما میگیم که کسایی که در افغانستان قدرت به دست گرفتن یا در ایجاد بی‌اعتمادی یا بی‌باوری به نظام دموکراتیک افغانستان نقش داشتن، قطعا اما یک امر طبیعی بود. طبیعی به خاطر بود که به خاطر ایجاد دموکراسی شما گروپ های احزاب ضرورت داریم. در عدم موجودیت احزاب مهمترین چیزی که پدیده که فرد و اجتماعات به او میتونه تکیه کنه که خود پیدا کنه گروپ های محلیش است، منطقیش است، زبانیش است، اما سکتورهای که یا گروپهایی هست که به او خود از یک یا از لحاظ قومی یا زبانی یا فکری خود نزدیک احساس میکنه. بنان چیزی که در افغانستان بعد از سال 2001 داشتیم، ما فاقد احزاب بودیم و حکومت افغانستان قانون اساسی افغانستان مطلق موجود احزاب چی کرد و رد کرد، گفت که والا امی حزب که گفتن حتما چی میشه، جنگ میشه، در حالی که به خاطر ایجاد دموکراسی آدم یک اجتماعات حزبی اجتماعات فکری ضرورت داره تا بتونه مردم رو بسیج کنه. بنان ما یک دموکراسی حق رای واحد غیر قابل انتقال مطرح کردن که یام در موجات احزاب بسیار یعنی خود تمرین دموکراسی رو به شکل عملیش بسیار مشکل ساخت. بنان بله یا نقش مدیریت هم مشکل داشته، مدیریت هم تجربه هم نداشتیم و از طرف دیگه ما با این سیستم اربابی در جنگ عادت داشتیم. تشکر دکتر سبسمر. و از آمیانه بگویم شوق قدرت، تمرکز قدرت، بعد از داشتن کل قدرت هم یکی از موانعی در برابر راه افتادن دموکراسی در کشور پنداشته شده میشه همچنان. البته تنها در افغانستان نیست، من پیشتر من نمیفهم چرا من بلاروس امروز بسیار مثال میتونم، به دلیل که هنوزم تشنجات بعد از انتخابات دوام داره. ما فراموش نکنیم که بعد از 20 چند سال جنگ، 23 سال یا 24 سال جنگ، ما شروع کردیم به یک رژیمی که هنوز هم یک تعداد افراد خود مقدس حساب میکردن و میگفتن که اینا جنگیدن و فاتح افغانستان است، که حالی گروپ های دیگه میخواید این گپ تکرار بکنه. خود مستحق میدانستن که باید در قدرت باشه و با وجود این همه تمام مشکلاتی که وجود داشت، من یادم است اون روز که انتقال قدرت صورت می گرفت از استاد ربانی به آقای کرزای بعد از 2001، یک پروسه دموکراتیک نبود، و پروسه بود که در بند تصمیم گرفته شده بود اینجا باید انتقال قدرت صورت می گرفت. یک فضای بسیار جالب بود، فضا آرامتر از حالت بود که ما بعدا انتقال مثلا بعد از انتخابات تحلیف صورت می گرفت. خودش نشان دهنده همی تفاوت‌های وضعیت اصلی و حالت اصلی که در افغانستان وجود داره نشان می‌ده بر آدم که چگونه برخورد میشه. اما طبیعی است که برای یک تعداد زیاد مردم در دنیا، شما می‌بینید در کشورهای بسیار بزرگ و پیشرفته دنیا تشنگی بر قدرت وجود داره، اما از راه‌های مشروع بنان من فکر میکنم ما در افغانستان میشه که بگوییم که بسیار طبیعی بود با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سطح سواد، تمام مسائل فرهنگی دیگه که در افغانستان حاکم بود، بسیار طبیعی بود که میره خم پیش بره، ولی به این مفهوم نیست که ما نمیتونستیم بهتر از این باشیم. میتونستیم بهتر از این باشیم، ولی همو ظرفیت های انسانی لازم هم در شرایط ابتدایی وجود نداشت. اگر وجود هم داشت استفاده نشد؟ وجود نداشت. باید بگوییم که بسیار ما محدود بودیم. باور کنین من به عنوان یک کسی که جز امو کابینه بودم و وزیر زنا بودم و باز معاون رئیس جمهور بودم، ما یک نفر بسنا یک نفر کتمه از پاکستان آمده بود که یاد داشت، که کمپیوتر یاد داشت. ما مجبور شدم که دیگه دخترها را که در کورس‌های کمپیوتر که خودم ایجاد کرده بودم در پاکستان، از پاکستان بخوایم به توسط پروگرام‌های IOM که کسی مکتوب نوشته کرده بتونه در کمپیوتر.
بنان یه حالت فعلی که حال کلگی فیسبوک داره بسیار تفاوت میکنه. اما خب طبیعی است که هنوز هم جنگ و وضعیت ناامن کشور اینا زمینه رو نمیته بیشتر بره. در غیر از اون اگه فکر میکنیم اگه ما جنگ نمیداشتیم در 20 سال اخیر یا 19 سال اخیر وضعیت دموکراسی در افغانستان بسیار بهترتر از کشورهای داخل منطقه است. یعنی معیار ظرفیت استفاده از کامپیوتر بوده شما میگین؟ یعنی کسانی بودن اینجا انگلیسی میدانستن؟ بله. ما کسایی را میشناسم که انگلیسی میدانستن، کورس کامپیوتر هم نگرفتن، حال عادی در دفترها کارشان را پیش میبرن بدون اجازه بدین. نه، ما وقتی که در افغانستان اومدیم، یعنی ما از جمله کسایی بودیم که یکی از وزیرا بودیم. ما هیچ چیز نداشتیم، مثلا وزارت امور زنان هیچ چیز نداشت. بسیار. که آله خو و حالت نیست کنم بشینم و همه چیز در قلم نشته کنم، در قلم هم نشته کردیم. بسیار تشکر. ولی یک از شخصای پیشرفت و امروز است. بسیار. ما چند فیصد مردم افغانستان همیال در یک از جنجالایی که ما داریم، مثلا در پلیس، در اردو، در یک عالم مکتب و معلم و اینا، کلش به دلیل است که ما یک دیتابیس درست نداریم. تشکر. پرسش اصلی باقی مون، اجازه بدین کوتاه. آقای جعفری، جنگ امارت و جمهوریت است، کدام یک موفق خواهد شد؟ پیشتر یک اشاره جزئی داشتم برای که همین صف‌بندی خودش بیانگر یک تحول در جامعه افغانستان است. امروز خواست و اراده مردم و حکومت افغانستان برای هست که جمهوری حرف اول و آخر را در افغانستان بزنه، و اگر کسی میخواهد در افغانستان سهم بگیره، حضور داشته باشه، باید بیاید و به محک انتخاب مردم برسه، و این نکته بسیار اساسی هست و امیدوار هستیم که این ارزش حفظ شود. خب بین جمهوریت و امارت یک راه ما یک حکومت اسلامی داریم، جمهوری اسلامی هستیم همین الان، هم ما مشکل اسلامی را نداریم در حقیقت. چرا بیانه ممکن است نام تغییر بکنه اما نظام برفت. اما نظام همون ویژگی ها و آزادی های مرتبط با دموکراسی قاعدتا باید وجود داشته باشه و نهادی نشه. تشکر. آقای شریفی، با امین باور هستین در جنگ یا در مذاکره جمهوری و جمهوریت و امارت یکی برنده خواهد بود که او جمهوریت است؟ ما معتقد هستم که باید همونطور باشه. ما تجربه مرت داشتیم، تجربه کشتار را داشتیم، تا با پست استخوان خود او را درک و احساس کردیم. و چیزی که ما فکر میکنیم که یک جامعه بسیار سیال مثل افغانستان و هم نگاه کرده میتونه یک نظام جمهوری هست که حقوق فردی و آزادی ها محترم باشه. تشکر. و دکتر سبسمر، شما هم به امین باور هستین؟ بله، من میگم که در نظام جمهوریت من میتونم باشم، طالب هم میتونه باشه، شما میتونین باشین. اما در نظامی که برادرای دیگه دعوا داره، منایش است که من هیچ نیستم یا نصف نفوس جامعه افغانستان نمی باشه. طبیعی است که مردم افغانستان طرفدار ارزش های حقوق بشری و جمهوریت است. خب ما با جمهوریت چگونه برخورد داشتیم؟ چیز به گذاشتن روی میز مذاکره داریم؟ چی کردیم با جمهوریت؟ بله، من میخوایم تاکید بکنم که با وجود ضعفایی که ما داریم در نظام فعلی خود و در نظام دموکراتیک یا پروسه دموکراتیزه شدن افغانستان، باز هم بسیار بسیار بهترتر است از نظام های حداقل 40 سال قبل که من میشناسم و به یادم است. بنابراین هیچ وسیله دیگه ما رو پس برده نمیتونه که در رژیم هایی که تجربهش داشتیم، و عملا مردم افغانستان زندان بودند، حداقل در معاصر خانگی بودند نصف نفوس جامعه افغانستان. تشکر بسیار دکتر صاحب سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر، آقای شریفی استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان و آقای جعفری استاد دانشگاه کاتب از حضورتان در برنامه، و همچنان تشکر از بیننده های گرامی که محور امشب را دنبال کردن. وقت بخیر.